سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال می شنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز یک شنبه 24 مرداد ماه 15 ماه میلادی اوت در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. پیشروی طالبان در افغانستان. کابل در آستانه سقوط قرار گرفته و اشرف غنی با دیپلمات‌های غربی در حال رایزنی است. طالبان میگوید پایتخت را به زور اشغال نمی‌کند. بالگردهای آمریکا کارکنان سفارت ایالات متحده را منتقل می‌کنند. سفرهای گسترده شهروندان در آستانه اعلام تعطیلی و ممنوعیت سفرهای بین استانی. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از معضل کمبود کیت تشخیص ویروس گفت. شمار کودکان و نوجوانان مبتلا به کووید 19 در حال افزایش است. افزایش اعتراض جامعه مدنی ایران به نقش رهبر جمهوری اسلامی در گسترش بحران کرونا. 7 حقوقدان و کنشگر مدنی به خاطر تلاش برای شکایت حقوقی از خامنه‌ای بازداشت شدند. و گزارش ایران اینترنشنال از کهنسال‌ترین شاعر ایرانی در اسرائیل. شکرالله داویدیان هنوز شعر می سراید و از دلتنگی هایش برای ایران می گوید. افغانستان لحظه های سرنوشت سازی را پشت سر می گذارد. طالبان در 12 روز گذشته بسیاری از مناطق این کشور را تصرف کرده و حال نیروهای مسلح این گروه در حال پیشروی به سمت کابل هستند. مراکز دولتی کابل از جمله ارگ ریاست جمهوری در حال تخلیه شدن است. نیروهای خارجی در حال خروجند و سفارت‌ها یکی بعد از دیگری خالی شدند. حالا احتمال کنارگیری اشرف غنی بیش از هر زمان دیگری وجود دارد. اتفاقی که اگر رخ دهد به معنای پایان دولت فعلی و آغاز یک روند گذار در افغانستان است که یکی از ستون‌های مهمش طالبان است که قوی‌تر از سال‌های قبل ابراز وجود می‌کند. سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان میگوید طالبان به کابل حمله نمی‌کند و قدرت به شکل مسالمت‌آمیز به اداره گذار منتقل می‌شود. پیشتر گزارش ها از ورود طالبان به شهر کابل گفته بودند. همزمان ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که اشرف غنی با دیپلمات های آمریکایی و ناتو جلسه اضطراری برگزار کرده است. طالبان هم اعلام کردند به زور وارد کابل نمی شوند. ذبی الله مجاهد سخنگوی این گروه می گوید گفتگو جریان دارد تا طالبان به صورت مسالمت آمیز وارد کابل شوند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به طالبان هشدار داد در صورت حمله به منافع ایالات متحده با واکنش سریع و قاطع ارتش این کشور روبرو خواهند شد. بایدن با بیان این نکته که چهارمین رئیس جمهوری ایالات متحده است که رهبری نیروهای آمریکایی در افغانستان را بر عهده دارد گفت این جنگ را به رئیس جمهور بعدی تحویل نمی‌دهد. او از موافقتش با استقرار 5000 نظامی آمریکایی در کابل برای تسهیل خروج شهروندان آمریکا از افغانستان خبر داد. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بر تعهد واشنگتن به روابط امنیتی و دیپلماتیک با کابل تاکید کرد. وزیر خارجه آمریکا در حساب توییترش نوشت با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تلفنی گفتگو کرده و درباره آخرین پیشرفت‌ها برای رسیدن به راه حل سیاسی و کاهش خشونت حرف زده است. همزمان وزارت خارجه قطر اعلام کرده که معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در دیدار با ملا برادر بر برقراری آتش بس و توافق سیاسی تاکید کرده و گفتند دولتی را که به زور در افغانستان حاکم شود را به رسمیت نخواهند شناخت. از همکارم تاج‌الدین سروش از لندن درباره تازه‌ترین جزئیات از کابل پرسیدیم. باید در ابتدا بگویم که مرد شهروندان کابل نگران نباشند. طالبان اعلام کردند که وارد کابل به زور نمی‌شوند و تمام جنگجویانشان دستور دادند که در اطراف در دروازه‌های کابل داخل کابل نشوند، هرچند که بحران و آشفتگی در داخل کابل حاکم است و مردم سرگردان است. برخی از ورود طالبان به برخی مناطق کابل گزارش دادند. در برخی مناطق بعضی فایرهای پراگنده شنیده شده، ولی طالبان میگن که ما به تمامی سربازان و جنگجویان ما دستور دادیم که وارد کابل نشوند و هرچند مردم فعلا نگران هستند. در سوی دیگر طالبان همچنین گفتن که تمام بانک ها، مراکز تجاری، مغازه ها همه باید مطمئن باشن که اموالشان، داراییشان چور نمیشه، به غارت برده نمیشه و ما اگر داخل کابل شویم متوجه این مسائل هستیم. همزمان با این دولت افغانستان اعلام
کرده که نیروهای امنیتی، جمع نیروهای ائتلاف و نیروهای آمریکایی مسئولیت تامین امنیت کابل را دارن. نگران نباشند مردم، امنیت تامین میشه. نیروها در جاهای مختلف اعزام شدن و در جاهای مختلف هستن، در نقاط مختلف هستن. برخی ادارات دولتی تخلیه شدن اما مردم سراسیمه هستن. باید اطمینان داد که مردم نگران نباشن و وضعیت بهبود پیدا میکنه و یعنی چیزی قابل نگرانی نیست که جان مردم تهدید بکنه. یک هیئت از کابل رهسپار اسلام آباد شده و با مقامات آمریکایی دیدار میکنه و در این هیئت آقای قانونی، یونس قانونی هستند و مقامات دیگری هستند که در حال گفتگو با مقامات پاکستانی هستند. و دیدارهای دیروز رهبران طالبان در دوحه با مقامات قطر مهم بود که این مقامات به طالبان وعده دادند که تاکید کردند که حکومت به زور در کابل نمیپذیرند، باید یک توافق صورت بگیره. مقامات آمریکایی هم با رهبران افغانستان با آقای عبدالله گفتگو داشته و در مورد یک راه حل سیاسی و یک چارچوب برای توافق گفتگو کردند. و همه اینا را اگر یک جمع بکنیم، تلاش‌ها بی‌نهایت جدی است برای از اینکه یک توافق صورت بگیره تا کشت از جلوگیری بکنه از کشت خونی که در کابل اتفاق نیافت. توضیحات همکارم تاج‌الدین سروش رو از لندن میشنیدید. پیام های رسیده به ایران اینترنشنال از تجمع شهروندان افغان مقابل کنسولگری افغانستان و دفتر سازمان ملل در تهران خبر میدهد. با رسیدن طالبان به دروازه های پایتخت، فرودگاه کابل یکی از شلوغ‌ترین روزهای خود را تجربه می کند. صدها نفر از فعالان حوزه فرهنگی و آموزشی، نویسندگان و روزنامه نگاران بار دیگر چمدان خود را بستند و راه مهاجرت در پیش گرفتند. گزارشی بشنویم در همین رابطه از همکارم سیامک قادری. برخلاف خیابان‌های افغانستان که اندک اندک از فروغ زندگی تهی می شوند، اینجا در فرودگاه کابل قوقایی برپاست. صفهای طولانی در ترمینال خروجی دیده می شود، جایی که تصاویر نشان می دهد سبک خاصی از زندگی در حال مهاجرت از این کشور است. دلهوره‌ای که سیطره طالبانیزم ایجاد می کند خیلی پیش از سقوط شهرهای افغانستان به جان مردم افتاده و طبقه متوسط و اقشار فرهنگی را ناچار از تن دادن به تنها گزینه ممکن برای ادامه زیست فرهنگی آنان کرده است: مهاجرت. اطلاعیه طالبان که خشونت جنگجویانش را در ولایات دور از کابل رد و آن را پروپاگاندای دشمنان اسلام می‌خواند نیز نتوانسته آرامشی به این مردم ببخشد. کتاب سوزی، تخریب کتابخانه و سوزاندن فیلم‌های سینمایی تجربه نسلی است که با چشمان خود این وقایع را دیدند و وحشت از آن دغدغه شبانه روزی زنان و مردان افغانستان است، چیزی که از مدت‌ها قبل هم پیش‌بینی می‌کردند و نگرانش بودند. با من حس یک شهروند افغان و من حس یک دختر افغانی که فعلا حداقل در زمانی که حکومت قدرت را داره، حکومت رسمی قدرت را داره، میتونم راحت درس بخونم، میتونم راحت در جامعه کار بکنم. اگه یه اتفاق بیفته و نیروهای آمریکایی خارج شوند، جنگ داخلی شود یا که حداقل حکومت به شکل به دست طالبا بیفته، فکر میکنم که این چانس نخواهد داشتم. حتی شاید نتونم که از خانه بیرون شوم یا اینکه راحت درس بخونم یا اینکه بتونم در اجتماع فعالیت کنم. فعالان مراکز فرهنگی، مؤسسات توانمندسازی زنان، مراکز آموزشی و دانشگاهی و روزنامه‌نگاران که پیشران نهادها و سازمان‌های نو بودند در معرض بیشترین خطرها هستند. افرادی که چون فعالیت‌های آنان در ارتباط مستقیم با پروژه‌های نهادهای غربی نبود، سهمی از برنامه انتقال ویژه و فرودگاه‌های نظامی ندارند. موج مهاجرتی که از یک ماه پیش از ولایات اشغال شده به کابل آغاز شده بود، حالا تغییر مسیر داده و مردم با بهره‌گیری از آخرین امنیت باقی مانده زیر چتر سلاح، شبانه از کابل هم می‌گریزند. گریز از آخرین شهری که آخرین سنگر مقاومت هم بود، حالا گریز از آخرین امیدها هم هست. انگار که غلبه تاریکی سرنوشت محتوم مردمان این سرزمین است. سیامک قادری، ایران اینترنشنال. در همین رابطه از سلیمان قیومی روزنامه نگار پرسیدیم جمع‌بندی شما از گزارش‌های جدید درباره شرایط کابل چیست؟
متاسفانه وضعیت نگران کننده است و هیچی سر جایش نیست. من همین لحظه که دارم با شما صحبت میکنم دو سه مورد فوری به دست من رسید. اول اینکه زندان پل چرخی که یکی از بزرگترین زندانهای بزرگ کشور در کابل بود، قفلش شکسته شده و هزاران زندانی که به شمول اونجا اطلاعی که من دارم هزاران زندانی طالبا، سایر گروه های تروریستی، حتی تا شمار از زندانیان مربوط به گروه های القاعده و لشکر طیبه و خطرناکترین زندانی ها اونجا در حبس و در قید بودن، این قفل شکسته شده و آزاد شدن. مورد دوم، من لحظات قبل صحبت داشتم با منابع ما در قطر در دوحه، تایید کردن که آمادگی ها برای حکومت عبوری و انتقالی در افغانستان روی کار است و تایید کردن که ملا برادر در رأس یک هیئت عالی رتبه احتمالاً وارد کابل میشه تا مرحله گذار یا حکومت عبوری در کابل به گونه نسبتاً امن و مناسب و در یک فضای نه هرج و مرج و آشوب برگزار شود. مورد سومی که من میتونم تایید بکنم که کار حکومت رئیس جمهور غنی در آخرین ثانیه هایش قرار دارد و منابع معتبر دولتی به شمول سرپرست وزارت دفاع، سرپرست وزارت امور داخلی کشور و همچنان چند دقیقه قبل محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور پاکستان عملا پذیرفتن که سازوکارها برای حکومت عبوری و حکومت انتقالی روی کار است و امنیت کابل توسط نیروهای امنیتی افغان و همچنان نیروهای آمریکایی و همکاران بین المللی تأمین شده و جای نگرانی نیست. بنابراین دیده میشه که یک توافق با میانجیگری آمریکایی ها در قطر و طالبا و اینجا میانجیگران و بازیگران داخلی به شمول آقای کرزی و دکتر عبدالله روی دست گرفته شده تا به هر نوع ممکن از حضور قدرتمندانه و حضور نظامی طالبا در شهر کابل جلوگیری شود. به محض که طالبا ولایت ها را تصرف میکنن، شما میبینیم که اعلامیه میتن و یک خاطر جمعی برای مردم، برای نظامی ها، برای کارمندان حکومتی میتن که هیچ نگران نباشن و وضعیت به گونه عادی برمیگرده و عفو عمومی صادر میشه. توضیحات سلیمان قیومی روزنامه نگار رو میشنیدید. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید هنوز خط تولید صنعتی واکسن داخلی راه اندازی نشده است. علیرضا رئیسی گفته ستاد اجرایی فرمان امام با راه اندازی خط تولید میتواند از پاییز واکسن به وزارت بهداشت تحویل دهد. او وعده داد که از مهر ماه به بعد بیش از 15 میلیون دوز واکسن داخلی تولید خواهد شد. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا همچنین از تأمین نشدن اعتبار برای خرید کیت تشخیص کرونا گفته و اضافه کرده کمبود این کیت های تشخیص یک معضل اصلی است. او گفته انجام تست تشخیص کووید 19 به دلیل کمبود کیت از روزانه 120 هزار مورد به 70 هزار مورد رسیده است. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران میگوید اگر در تعطیلی ها رعایت شیوه نامه ها انجام شود خوب است، اما دفعه قبل که تعطیلی ها اعلام شد بسیاری از شهروندان راهی شمال کشور شدند و تعطیلی نتیجه خوبی نداشت. همزمان یک عضو ستاد ملی کرونا هم گفت رأی نیاوردن تعطیلی دو هفته‌ای در ستاد مقابله با کرونا به دلیل مسائل اقتصادی بود. به گفته امیر حسین قاضی زاده هاشمی تعطیلی سراسری از سه‌شنبه آغاز می‌شود و نه از دوشنبه. پیش از این سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته بود تعطیلی سراسری از فردا دوشنبه شروع می شود. دوشنبه تا شنبه بعد. و یه دوره سفر نرفتن؟ از دوشنبه نه، عملا از سه شنبه دیگه. یعنی خود دوشنبه بازه؟ آره، از سه شنبه تا پنج روز میشه. سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه بعد. خب نکنید موضوع تعطیلی الان یک تصمیم گیری بغرنج و پربحث داخل ستاد. این سومین جلسه بود که برگزار شد به دنبال اون نامه نگاری و نهایتاً بعد از قصد سوم جلسه ستاد ملی کرونا بود، یعنی قرارگاه و کارگروه ها و کمیته ها و جلسات فراوان دیگری که گذاشته شد و به یه بسته رسیدن دوستان قرارگاه عملیاتی ستاد که آقای وزیر کشور اداره کننده اون هستند و پیشنهاد قرارگاه در جلسه ستاد ملی کرونا این بود
که به جای دو هفته بعد از البته خب 10-12 روز کش و قوس دیگه 5 روز تعطیل بشه. خب 3 روز که تعطیل بود دیگه، تاسوعا عاشورا جمعه تعطیل بود، یه روز قبل و یه روز بعد به عبارت بهتر تعطیل بشه و این دعوای بین نان و جان دیگه، یعنی دعوای بین این که تکلیف اقتصاد چی میشه، مشاغل روزمزد چی میشه. منابع بیمارستانی در ایران از افزایش ابتلای کودکان و نوجوانان به گونه دلتای کرونا در کشور خبر میدهند. روزنامه همشهری هم گزارش داده تهران، خراسان رضوی، مازندران، فارس و همدان پیشتاز بستری کودکان مبتلا به کرونا هستند. تعدادی از رؤسای بیمارستان کودکان در این استانها اعلام کردند که در موج پنجم کرونا آمار ابتلای کودکان 2 برابر شده. رئیس بیمارستان علی اصغر تهران میگوید حتی چندین نوزاد در این بیمارستان بستری اند. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران هم گزارش می‌دهد آمار ابتلا به ویروس دلتا در سنین 5 تا 17 سال در حال افزایش است. از رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد پرسیدیم سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از کمبود کیت تشخیص کرونا گزارش داده. چرا ابتدایی ترین تجهیزات لازم برای مقابله با همه‌گیری ویروس تأمین نشده است؟ به نظر میرسه که بحث اصلی برمیگرده به سیاسی برخورد کردن و امنیتی برخورد کردن حاکمیت با موضوع از آغاز، از روز اول، یعنی اونجایی که به دلیل انتخابات پنهانکاری شد اساساً در واقع ورود ویروس کرونا به ایران و این روند رو ما تا همین امروز هم می‌بینیم. برخورد امنیتی با موضوع رو ما اینجا می‌بینیم که الان خبرگزاری فارس خواستار برخورد با علیرضا زالی شده که به نوعی افشاگری کرده نسبت به شیوه برخورد، پنهانکاری و تصمیمات غلطی که گرفته شده. بحث دیگه موضوع مراکز متعدد تصمیم گیری هستند با وجود اینکه قرارگاه تعریف شده و در واقع قرار بوده است که مجموعه سازمان‌ها و ارگان‌هایی که فعالیت قرار بکنند در حوزه مبارزه با کرونا زیر یک چتر باشند، اما می‌بینیم که یک از همگسیختگی وجود داره، به نوعی هر کس ساز خودش رو می‌زنه. موضوع دیگه مسئله فسادی است که وجود داره و مافیای سودجویی که از سلامت مردم، از به نوعی خون مردم ارتزاق می‌کنه. می‌بینیم که قیمت وزارت وجود نداره، داروها و مواد مورد نیاز مردم در حوزه بهداشت و سلامت با قیمت‌های گزاف در بازار آزاد فروخته میشه در حالی که نظارت روش نیست، در واقع نمیتونه اون چیزی رو که به اصطلاح میگن جمع کردن و یک در ادبیات سرکوب استفاده میشه در جمهوری اسلامی برای حل مسئله، اونجا رو نمیتونن جمع بکنن. این موضوع دیگری است که وجود داره و مسئله دیگر هم اساسا در هم تنیدگی و زنجیروار بودن همه این موارد با هم، یعنی یک سیستم باید تعریف بشه، کارها به طور در واقع ریلی بتونه پیش بره انجام بشه، اما ما می‌بینیم که خب گرفتار یک مدیریت به تعبیری هیئتی هستیم و همیشه یک گام این مدیریت از بحران عقب و عملا کاری از پیش نمیبره. توضیحات رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد رو می‌شنیدید. در همین رابطه از همکارم لیلا سعادتی در لندن پرسیدیم دوباره تعطیلی نیم بند اعمال شد بدون هیچ ضمانت اجرایی. چرا تصمیم گیران با توجه به تجربه های قبل تمهیداتی ندارند برای اینکه این تعطیلی ها مؤثر واقع شود؟ دوباره این تصمیم ستاد کرونا نشون داد که چقدر آشفتگی در تصمیم گیری وجود داره، چقدر کارشناسی نشده در واقع در مورد این تعطیلیات صحبت میکنن. ما میدونیم که اگه قرار هستش که تعطیلی صورت بگیره که زنجیره انتقال کرونا حداقل کند بشه، باید 2 هفته حداقل باید تعطیلی اعلام کرد، همه جا بسته بشه، باید نظارت اجرایی وجود داشته باشه، ولی ما میبینیم که اتفاق نمیفته. من دارم میبینم که آقای رئیسی سخنگوی ستاد کرونا میان و دوباره حرفای قبلشون رو تکرار میکنن که لاکداون و قرنطینه و تعطیلی یه اونجوری در واقع سفت و سخت به درد ایران نمیخوره، همچنان دارن اون رو تکرار میکنن و میگه که هیچ کشوری من سراغ ندارم که موفق بوده باشه در لاکداون. واقعا چرا ایشون که چهره علمی هستن، پزشک هستن، این همه اطلاعات غلط میگن و دروغ میگن به مردم؟ ما همین در همین جا، یعنی بیشتر کشورهایی که موفق بودن در کنترل کرونا دو روش رو به کار بردن، یکی قرنطینه سفت و سخت و همچنین واکسیناسیون. از واکسیناسیون عمومی که در ایران آنچنان خبری نیست، در مورد قرنطینه دارن اینجور صحبت میکنن.
خود قرارگاه عملیات مبارزه با کرونا که وزیر کشور رئیسش هست و یک چهره امنیتی است و همیشه تصمیمات سیاسی و امنیتی که گرفته شده در اونجا 12 تا جلسه تشکیل داده در مورد این تعطیلی‌ها. ما قبلا همین در واقع تعطیلی‌های نیم بند رو داشتیم و دیدیم که چقدر تجربه ناموفقی بود. همین اواخر چقدر یعنی باعث اصلا شیوع دلتا همین تعطیلی قبل بود که چند روز تعطیل شد، همه مردم به سفر رفتن، دید و بازدیدها زیاد بود، مراسم و اعیاد اتفاق افتاد. بنابراین به نظر میسی همچنان در واقع در بر همون پاش نمیچرخه و اراده ای برای اینکه در واقع کرونا و سویه دلتا در ایران کنترل بشه وجود نداره. این آقای مخبر که الان در واقع رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بودن، الان هم که شدن معاون اول رئیس جمهور جدید، در همه این مدت میشه گفتش که فریب دادن هم مردم ها، هم گزارش هایی که به علی خامنه ای دادن، هم وزارت بهداشت و دولت را به جز دروغ و فریب چیز دستاوردی نداشتن. همه اینا میگفتن که در بهار ما خط تولید نیمه صنعتی مو حداقل راه میفته و میتونیم 3 میلیون دوز واکسن تولید بکنیم بهار، و الان داریم تازه به شهریور میرسیم و مشخص شده که اصلا از خط تولیدی خبری نیست. و به نظر میرسه که همین فریب کاری ها، همین دروغ گفتن‌های ستاد اجرایی فرمان امام و آقای مخبر باعث در واقع تعلل در واکسیناسیون شده، باعث شده که دولت اراده جدی برای وارد واکسن نداشته باشه. الان هم که گفته میشه اصلا مشخص نیست این مقدار واکسنی هم که کوبرکت تولید کرده آیا همون سینوفارم چین هستش که آورده و داره لیبلاشو عوض میکنه. توضیحات همکارم لیلا سعادتی از لندن رو میشنیدید. محمد هادی عرفانیان یکی از وکلایی که دیروز بازداشت شده بود آزاد شده است. هرانا با اعلام این خبر گزارش داده که 6 وکیل و فعال مدنی دیگر همچنان در بازداشت به سر میبرند. دلیل اصلی دستگیری این کنشگران و محل نگهداری آنها مشخص نیست. به گفته برخی منابع آگاه بازداشت این 7 نفر به دلیل تلاش آنها برای ثبت شکایت از علی خامنه ای و دیگر مقام های ارشد جمهوری اسلامی به عنوان مسئولان فاجعه کرونا و افزایش آمار جانباختگان پس از دستور منع ورود واکسن انجام شده است. آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمد رضا فقیهی و لیلا حیدری وکلای دادگستری به همراه مریم افراز، فعال مدنی و مهدی محمودیان، روزنامه نگار روز شنبه در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت و لوازم شخصی آنها هم ضبط شد. وزارت بهداشت و درمان از ثبت رکوردی جدید در شمار جانباختگان کرونا خبر داد و اعلام کرد بیماری کووید 19 به مرگ 620 بیمار دیگر در شبان روز گذشته منجر شده است. بر مبنای این گزارش رسمی بیش از 36700 مبتلای جدید هم شناسایی شده است. بیشتر از 7000 بیمار مبتلا به کرونا هم در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری شده‌اند. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن در آلمان پرسیدیم در اوج بحران شیوع کرونا با چند حقوقدان و وکیل و کنشگر مدنی برخورد امنیتی شده، دلیل این کار چیست؟ بله، سعدی توی گلستان در باب سیرت پادشاهان میگه سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن. سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. داستان پتروس هم احتمالاً توی فارسی چهارم دبستان یادمون هست، یه سوراخ توی سد دید، انگشتو کرد توی اون سوراخ، چون اگر نمی‌کرد سد میشکاف، اون سوراخ بزرگ می‌شد. واقعیت هستش که همه حکومت‌های استبدادی، تمامیت‌خواه، شبه تمامیت‌خواه، شبه توتالیتر، حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی ایران میتونن به ضرب و زور امنیت، به ضرب و زور پروپاگاندا اون نفر اول حکومت رو حفظ کنن. منتها در همون شرایطی که ظاهر و اوضاع ظاهری همه چی رو به راهه، واقعیتش که هر روز خشم بیشتری علیه اون نفر اول انباشته میشه. یک لحظه، یک حادثه تاریخی کافی است که کاملا این شرایط رو عوض بکنه. توی داستان چاوشسکو ما دیدیم در حالی که بخش اعظم ملت به وضوح از او دفاع میکردن، همین که در سخنرانیش یه تعدادی شروع کردن او رو هو کردن، در کمتر از 24 ساعت تمام معادلات عوض شد و چاوشسکو تیرباران شد. به همین خاطر فکر می‌کنم دستگاه امنیتی ایران نه فقط این بار، توی یکی دو سال اخیر همینطور بوده، در مقابل نامه 14 نفر هم همین کار کردن. هر کس سعی میکنه پای رهبری جمهوری اسلامی رو به معادلات باز بکنه، از او بپرسه چرا این کار رو کردی، به سرعت سعی میکنن در نطفه خفش بکنن. اون داستان شریح قاضی و این چیزایی هم که 400 خورده ای سال این فقهای شیعه بالای منابر تعریف میکنن انداختن دور. اصلا شما در جمهوری اسلامی ایران حق ندارید راجع به نفر اول حرف بزنید، حق ندارید حتی سوال بکنید که چرا این کار رو کردی، به ای ذنب قاتلت، به این خاطر که اگر شما این کار رو بکنید منطقا راه باز خواهد شد و همین در واقع باطل السحر حکومت های تمامیت خواهد است.
ببین اول که یادتون باشه این آمار 620 نفر آمار رسمی است. آقای حسین قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی میگه که آمار واقعی 3 تا 4 برابره. مقامات وزارت بهداشت هم میگن 2 تا 2.5 برابره. این یعنی که ما الان به طور متوسط حدود 2000 کشته داریم در روز میدیم و این 2000 یعنی ماهی 60000 کشته. یعنی 3 4 ماهش میشه به اندازه کل کشته های ما در جنگ با صدام حسین. ببین اصلا اینکه دولت مقصر بوده، نمکی آدم چاپلوسی بوده، دولت روحانی بی عرضه بوده، سرش حرفی نیست. منتها دلیل عامل اصلی همین بحران برمیگرده به شخص رهبر جمهوری اسلامی. از ابتدای قصه با آقای خامنه‌ای یک از معدود رهبران دنیا بود که با کرونا شروع کرد شوخی کردن، اخبار جعلی راجبش پخش کردن. یادتون هست 13 اسفند 98 اومد گفت این کرونا رو بزرگ نکنید، این توطئه دشمنانه، دشمنان میخوان کرونا رو بزرگ کنن. همون چند هفته بعدش فروردین 3 فروردین 99 که سخنرانی نوروزی بود، آقای خامنه‌ای یک از معدود رهبران دنیا بود که شروع کرد اخبار جعلی که این ویروس رو آمریکایی‌ها ساختن، که ویروس کرونا بر مبنای ژنتیک ایرانی ساخته شده. یادتون هست چه حرفای بی‌درپیکری می‌زدن. این نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها بودن که مقابل تعطیل کردن قم، تعطیل کردن اماکن متبرکه ایستادگی کردن. این روحانیون بودن که مقابل هر تصمیم کارشناسی ایستادگی کردن. نهایتاً موقعی که قرار شد از صندوق توسعه ملی برداشت بکنن، با اینکه آقای خامنه‌ای ظاهراً موافقت کرد، اما باز دم و دستگاه او بودن که نذاشتن این پول پرداخت بشه. رسیدیم به 19 دی 99، باز این آقای خامنه‌ای بود که واردات واکسن رو ممنوع کرد. توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن در آلمان رو میشنیدید. در سن 100 سالگی کهنسال‌ترین شاعر ایرانی در اسرائیل است و با آنکه بیش از 75 سال است که از ایران مهاجرت کرده، هنوز به زبان مادری خود فارسی شعر می‌سراید. شکرالله داویدیان، متخلص به مسرور را جامعه یهودیان ایرانی در اسرائیل شاعر ملی ایرانیان اسرائیل می‌خوانند. او همچنان در یکی از شهرهای کوچک در شمال اسرائیل شعر می‌سراید و از دلتنگی‌هایش برای زادگاه خود ایران می‌گوید. گزارشی بشنویم در همین رابطه از بابک اسحاقی. موسیقی ایرانی، شراب شیراز و شعر پارسی. روزق صبرم درون موج بی پایان شکسته، ساحل امید ناپیدا. شاعر ملی یهودیان ایرانی در اسرائیل شکرالله داویدیان، معروف به مسرور، هنوز در سن 100 سالگی شبهای شعر و موسیقی ایرانی را مانند سالهای گذشته در خانه اش در شمال اسرائیل برگزار می کند. ولی امید هست. مسرور که بیش از 75 سال پیش از شهر زادگاهش کرمانشاه به اسرائیل مهاجرت کرده، معروفترین شاعر پارسی زبان در اسرائیل است که تاکنون ده ها کتاب و دیوان شعر از او انتشار یافته. اشعاری که بسیاری از آنان به یاد زادگاهش ایران سروده شده. تو زنم وعده جمشید جم و بهرامی، تو از آن مملکت رستم و سهرابی و سام. مسرور میگوید که ده ها سال پس از ترک ایران هرگز عشق به زادگاهش را فراموش نکرده. وطن مثل مادرم، همونطوری که یک سال و نیم از پستان شیر میمکی، همونطور از پستان او زمین آب نوشیدی، گندم میخورم، چطور میشه مادر را فراموش کرد؟ اگر مادر اصلی را میشه فراموش کرد، وطنم میشه فراموش کرد. زندون دلم گرفته و منتظره خدا کنه که خوابم. دوستداران مسرور و اشعار او نیز برای دیدار او هر بار راهی طولانی را از مرکز اسرائیل به شهر نهاریا در شمال اسرائیل طی می کنند تا از شعرخوانی این شاعر کهنسال لذت برند. و مسرور پرسش راز طولانی عمرش را نیز بی پاسخ نمی گذارد. ممکنه که همین راه انسانیت، آدمیت که حاضر نمیشه به کسی ظلمی، زوری، بدی بگم، ممکنه که این دخیل باشد در زیادی عمر. شاد و مسرورم که در پایان
این صد سالگی از برایم اندکی آب بقا آورده. بابک اسحاقی، ایران اینترنشنال، اسرائیل. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.